آمادگی های حکومت برای برگزاری جرگه مشورتی سال. معاون نخست کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی سال میگوید که قرار است اعضای این جرگه از 23 بخش که مشمول احزاب و جریان های سیاسی، نهادهای جامعه مدنی، بزرگان اقوام و اعضای شورای ملی در 34 ولایت به گونه نیمه انتخابی برگزیده خواهند شد. یوازې حکومتي چارواکي په حیث د میلمنو ګډون کوي او په آخر ورځ باندې هم په حیث د میلمنو ګډون کوي. د جرګې غړیتوب حکومتي چارواکي نه لري، نه والی لري، نه شاروال لري، نه همدارنګه ولسوالان لري، نه وزیران لري، نه عمومي رئیسان لري. یوازې ولس خپل نمایندګان ټاکي. از سوی دیگر وزارت مالیه میگوید که برای برگزاری این جرگه 369 میلیون افغانی که نزدیک به 5 میلیون دلار می شود از کد 91 ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است. 370 میلیون یک پول گزاف، بسیار گزاف است و در اینجا شفافیت وجود نداره. احتمال کمپاین ها هم میره که در کمپاین ها با منافع خودی رو به مصرف رسانه و الب و غیره میتونم که اختلاس بشه و امثال از اینا. در صورتی که حکومت چنین مصارف گزافی رو میکنه و میخواد تمام مردم دعوت بکنه و از نظر بخواد، ما امیدوار هستم که رهبران حکومت و وحدت ملی به فیصله جرگه وقع بگذارن. شماری از شهروندان کشور از حکومت میخواهند در مصرف هزینه برگزاری جرگه و نیز کسانی که به این جرگه فرا خوانده میشوند شفافیت را در نظر گیرند. ما میخواهیم که از هر اقشار افغانستان، از منطقه ولایت افغانستان، از قوم و اقشار در این سمین باشند. دغه جرگه چه مونگا جوړه او قومون جوړه ای دا قومون جرگه ای نه دیو شخص پاره ای. جرگه مشورتی سال که قرار است در روز نهم ماه ثور برگزار شود بیش از 2000 تن در آن شرکت خواهند کرد و حکومت میگوید که این جرگه چارچوب گفتگوهای مستقیم با طالبان را مشخص خواهد کرد.